شعار سال یعنی تولید دانشمندان و اشتغالزایی که رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اجرای اون در سال 1401 تأکید فرمودند به خوبی میشه در این سرزمین الهی عملی بشه. و البته بهترین نحوه اجرای اونم اینه که همه ما مسئولین و مردم در اجرای بهینه اون مشارکت داشته باشیم. همه زمینه ها فراهم است و می توان این توصیه اندیشمندانه رو به کار بست. اجازه بفرمایید در این باره با جناب آقای دکتر پرویز کرمی، سخنگوی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، درباره راهکارهای تحقق شعار سال که سال تولید دانشمندان و اشتغال آفرینی هست برای ما بفرمایند. معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری به عنوان پیشتاز در عرصه فعالیت‌های دانشمندان چه برنامه‌هایی در راستای حمایت از تولید دانشمندان دارند و تا به حال چه فعالیت‌هایی در این زمینه انجام دادن موضوع سوال ماست. آقای دکتر کرمی، سلام عرض میکنم خدمتتون. من هم خدمت شما جناب آقای قائدی و همینطور شنوندگان خوب برنامه عرض سلام و تبریک عید و همینطور تبریک روز جمهوری اسلامی ایران رو دارم و آرزوی سلامتی و موفقیت و بهروزی در خدمت شما هستم. خیلی متشکرم. ما هم تبریک عرض میکنیم خدمت شما، عزیز ما هستید و امیدوار هستیم همه ما انشاءالله به سربلندی که مد نظر مقام معظم رهبری است دست یابیم. عرض کنم که به عنوان پیشتاز در عرصه فعالیت‌های دانش بنیان که این معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در این زمینه بسیار کارهای فعالی داشته، من میخواستم سوال بکنم که درباره راهکارهای تحقق شعار سال که سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی است برای ما بفرمایید. بله، همونطور که شما فرمودید ما باید کاری کنیم که از اقتصاد نفتی، از اقتصاد منبع و خام فروشی دور بشیم و به سمت اقتصاد دانشمندان، یعنی که دانش و فناوری پیشرفته رو در همه عرصه‌های تولید نقش‌آفرین کنیم و از دانش و فناوری ثروت افزایی کنیم پیش بریم و این البته مزیت‌های بسیاری رو شامل حال کشور ما می‌کنه، مزیت‌هایی که ارتقاء رقابت پذیری تولیدات داخلی رو باعث میشه که کیفیت محصولات ما بالا بره، بهره‌وریمون بالا بره و هزینه های تولید کاهش پیدا کنه. این مهم خوشبختانه نیازمندی هایی داره که ما در اختیار داریم. میدونید که پایه اقتصاد دانش بنیان نیروی انسانی متخصصه که خوشبختانه دانشگاه های ما تولید و پرورش نیروی انسانی دانش بنیان مورد نیاز رو اینها در واقع عملیاتی میکنن. ما در یک پروسه‌ای در زیستبوم فناوری و نوآوری از طریق شتاب دهنده ها، از طریق مراکز نوآوری، سرمایه گذاری های خطرپذیر، اخیراً کارخانه های نوآوری، خانه های خلاق و نوآوری، توانمندسازی سرمایه انسانی و تقویت زیستبوم رو با حمایت از شرکت های دانش بنیان و خلاق برای حل چالش‌ها و نیازهای ملی در دستور کار داریم. همونطور که اطلاع دارید ما الان 6700 شرکت دانش بنیان و 1500 شرکت خلاق رو در کشور داریم که منجر به اشتغال 350,000 نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهی و متخصصین کشور شده. البته همین به وجود آمدن این زیست بوم باعث شده که ما چیزی حدود 2600 نفر از فارغ التحصیلان ایرانی 100 دانشگاه برتر دنیا رو مجدداً در کشور پذیرش کنیم. این موارد باعث شده ما 10,000 استارتاپ الان در حوزه‌های مختلف در کشور داشته باشیم، 9 کارخانه نوآوری
و 70 خانه خلاق و نوآوری. اینها باعث شده ما بتونیم به ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان بیشتر تکیه کنیم و یک سهمی رو در حد 2-3% در جی دی پی کشور از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم کنیم. البته مورد نظر معاونت علمی این بود که یک برنامه عملیاتی برای صادرات 1 میلیارد دلاری این شرکت‌ها برای سال 1401 در نظر گرفته بود، اما پس از اینکه مقام معظم رهبری شعار سال رو، شعار تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری کردن، خب تمام تلاش دولت 13 تمام وزارتخونه ها خوشبختانه پای این کار اومدن و هم‌افزایی و جلسات خوبی رو بین معاون محترم اول رئیس جمهور، معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور و وزرای مختلف تقریبا از ابتدای سال جاری شکل گرفته. ما حوزه‌ها و خوشه‌های اولویت‌دار کشور رو در حوزه‌های مختلف شناسایی و مد نظر قرار دادیم. من به طور مثال عرض می‌کنم در بخش سلامت ما تجهیزات و ملزومات پزشکی که شرکت‌های دانش‌بنیان باید تولید کنن یا ورود به صادرات کنن، داروهای پیشرفته، سلامت هوشمند، یا در حوزه ساخت و تولید باید توزیع ماشین‌سازی، چوب، منسوجات، کاشی و سرامیک، قطعات الکترونیک، مواد پیشرفته، معدن، خصوصا معدن، مسکن، پتروشیمی، فولاد و صنایع معدنی، اینها خوشه‌های اولویت دار ما در بخش ساخت و تولیده. در بخش امنیت غذایی و صنایع مادر غذایی خب اقدامات خوبی رو معاونت علمی با کمک جهاد کشاورزی شروع کرده. در موضوع حمل و نقل ما خوشبختانه در انتهای سال 1400 شنوندگان خوب برنامه شما شاهد و ناظر بودن که ما داستان اتوبوس برقی تمام ایرانی رو داشتیم. در حمل و نقل ریلی در واقع قطار متروی ایران ساخت، در همون ایام انتهای سال تستای گرم خودش رو و تستای امنیت و سرعت خودش رو طی کرد. اینها ظرفیتیه که کشور ما داره و شرکت‌های دانش‌بنیان انشالله از طریق حمایتی که کلیت دولت و نظام و کشور از اونها صورت میده، من فکر میکنم شروع خوبی رو در همین ابتدای سال 1401 خواهیم داشت. بله، من میخواستم از این که ببینم تا به حال چه فعالیت‌هایی رو در این زمینه انجام دادید بپرسم. صدای شما رو ما داریم؟ بله من هستم خدمتتون. بله بله، خب این رو توضیح فرمودید در این زمینه. من میخواستم ببینم که چه موانعی احتمالاً ممکنه در راه باشه که ما بتونیم اون موانع رو برطرف کنیم. اینو اگر شما بله موانع، ببین اولا که این موضوع پیشرفتن در اقتصاد دانش‌بنیان و توانمند شدن همچنانی که مطالبه مقام معظم رهبری بوده و هست، باید مطالبه عمومی هم باشه. یعنی اگر عموم جامعه حمایت و مطالبه خودش رو در این خصوص داشته باشن، خب رشد و توسعه کشور در این زمینه بیشتر خواهد بود. آقای قائدی، ما کشورمون متاسفانه کشور واردات محوره. تمام اقدامات، قوانین، ضوابط، آیین‌نامه ها برای واردات اجناس و کالاها و تجهیزات نگاشته شده. خود این یه مانع. ما باید بریم به سمت در واقع تصویب و پالایش و در واقع رو صحنه آوردن قوانین، آیین‌نامه ها و بخشنامه هایی که اولا به تولید کمک کنه، ثانیا به صادرات. تا زمانی که ما نتونیم در صادرات کالاها و محصولات ایران ساخت دانش‌بنیان موفقیت داشته باشیم، ما دچار چالش و مشکل هستیم. لذا پس یکی از موانع واردات محور بودن کشور و شیفت دادن اون به سمت تولید محوری و صادرات محوری. از اون طرف ما باید شاخصهایی رو
در واقع مطالبه کنن مردم ما، رسانه های ما، همچنان که رهبری این مطالبه داره، این مطالبه رو دارن که شاخص های معطوف به عملکرد بخش های مختلف قابل سنجش و ارزیابی باشه. مثال دارم میگم، حضرت آقا فرمودن که تعداد شرکت های دانشبانیان هر بخش میتونه یک مطالبه شفاف و مستقیم ملی باشه که ما اینو 3 ماهه 6 ماهه مورد ارزیابی قرار بدیم. نمونه که هر دستگاه دولتی حتی معاونت علمی بخواد در انتهای سال بگه که مثلا چنین و چنان شد. لذا من فکر میکنم این شاخص های معطوف به دانش بنیانیه، باید مورد نظر باشه. یکی تعداد شرکت های دانش بنیان هر بخش، بله. یکی میزان اشتغال زایی شرکت های دانش بنیان باز در هر بخش. من بخشی که عرض میکنم یعنی بخش کشاورزی، بخش صنعت، بخش نفت، بخش انرژی، بخش بهداشت و درمان، بخش نوآوری های اجتماعی، بخش صنایع فرهنگی، حجم و تعداد پروژه های تولید بار اول. ما اگر قرار از واردات جدا بشیم و به تولید و صادرات فکر کنیم، باید حجم یعنی میزان تعداد و فروش پروژه های تولید بار اول رو بتونیم قابل ارزیابی کنیم، میزان فروش شرکت های دانش بنیان رو باید بتونیم قابل ارزیابی و ارائه و گزارش کنیم، و همینطور توسعه بازارهای جدید از طریق تحول در ایجاد کسب و کارهای نوین با تنظیمگری که نهادهای حاکمیتی و نظارتی صورت میدن. بله بسیار. اینها باعث میشه که ما از خام فروشی جدا، از واردات جدا، به سمت تولید دانش بنیان و انشاءالله صادرات پیش بریم.